با افکار و ایده محمد رضا شاه پهلوی و بیوگرافی این شاه بیشتر آشنا خواهیم شد. زندگی زود می گذرد و عمر هر کس پس از چند سال سپری می شود، ولی چه لذتی از این بالاتر که انسان فکر کند در آن مدتی که زنده بود و در روی زمین به سر برده یک فرد سودمند و خدمتگزار به جامعه و تمدن بوده است. یک کشور را تنها به زور سرنیزه و پلیس مخفی نمیتوان نگاه داشت، چرا برای چند روز بلی، ولی نه برای همیشه. یک جامعه را فقط اکثریت آن جامعه نگه می‌دارد. ما ملتی مستقل هستیم که هیچ گونه احساس حقارتی در رویارویی با خارجی نداریم، چون خودمان را با هر کشور و ملت دیگری از حیث حقوق برابر می‌دانیم. برای ما همکاری با ملت‌های دیگر آسان است. اگر من یک دیکتاتور بودم تا پادشاه مشروطه، باید وسوسه می‌شدم تا همانند هیتلر یا مانند آنچه امروزه در کشورهای کمونیستی می‌بینید حزب واحد مسلطی تشکیل می‌دادم. اما من به عنوان یک پادشاه مشروطه آن توان و جسارت را دارم که فعالیت‌های حزبی گسترده به دور از خفقان نظام و دولت تک حزبی را تشویق کنم. اگر در خلیج فارس حتی یک دانه ماهی هم پیدا نمی‌شد، یا یک چاه نفت نیز وجود نداشت، یا یک کشتی تجارتی رفت آمد نمی‌کرد، اگر هم جنوب ایران و خوزستان و منابع نفتی ایران فقط تیغزاری بود، باز هم وظیفه ملی ما ایجاب می‌کرد که از هر وجب خاک خود دفاع کنیم. امروز یک قهرمان ورزش باید قهرمان اخلاق باشد. قهرمان ورزش کسی است که اگر هم به او توجه کافی نشود، فقط روی عشق به ورزش به سوی ورزش پیش رود. این کشوری که ایران نام دارد و مقدر بوده است که در تاریخ جهان مشعلدار یکی از پرافتخارترین و درخشانترین تمدن‌های روی زمین باشد، باید جاوید بماند. من هر قد خودخواه باشم، خوب تشخیص می‌دهم که نیروی پادشاه بر نیروی ملی برپاس و پایه‌های تخت و اورنگ پادشاهی بر قلب‌های مردم استوار است. دنیای کنونی ما دنیایی است که در آن هر پیشرفتی مانند هر خطری، هر مسئله‌ای مانند هر راه حلی، با همه ملت‌های جهان در هر مرحله‌ای از پیشرفت که باشند بستگی کامل دارد. امروز بیش از هر زمان دیگر سرنوشت جوامع بشری به یکدیگر پیوسته است. ما همه با هم زندگی می‌کنیم، بنابراین با هم نیز باید کار کنیم. برای ما همه ایرانیان از لحاظ حقوق یکسانند و هیچ کس بر دیگری مزیت ندارد، زیرا خداوند همه را یکسان آفریده. اختلاف افراد فقط در کاری است که انجام میدن و استعدادی که از خود نشان میدهند. کسی که استاد فیزیک است باید مفتخر باشد و مملکت هم به وجود او افتخار کند، ولی حقوق چنین کسی در جامعه به عنوان یک فرد ایرانی از یک آبیار شبکه سد سفیدرود بیشتر نیست. بزرگی ملت‌ها در این نیست که بتوان در یک لحظه شهرها را ویران کند و میلیون‌ها کودک و جوان و پیر را به هلاکت برسانند، بلکه بزرگی آنان در این است که بتوانند میلیون‌ها افراد بشر را از چنگال بیماری و بی‌سوادی و ترس و یأس و تهی‌دستی برهانند، تا انسان‌ها بتوانند در جهانی آزاد و آرام در جوار یکدیگر در صلح و صفا و محبت و صمیمیت زیست کنند. ما باید برای مردم خدمت کنیم و خوشی خود را برای مردم بدانیم، چون هرچه داریم از آنهاست. مردم دیگر نمیتوانند به وعده و وعید زندگی کنند، بلکه واقعا خدمتگزار آن شایسته لازم دارند. میهن دوستی یعنی حفظ منافع ملی است و منافع ملی وقتی حفظ میشود که کشور آباد باشد. اگر کشور ویران و مردم گرسنه باشند، چه منفعتی میماند که آن را حفظ کنند؟ کسی که کارش را به درستی انجام نمیدهد، نه تنها به وجدان بلکه به وظیفه میهنی خود هم خیانت میکند. هیچ دینی به مانند دین مبین اسلام این همه اصول اخلاقی را که همراه فعالیت‌های دنیایی بوده و با پیشرفت‌های زمانه هم سازگار باشد در نظر نگرفته است. من از اصطلاح تیپ جوان خوشم نمی‌آید، زیرا آنچه مهم است فکر و روحیه قوی و فعال است و تنها سن در این میان اثری ندارد. بسا اشخاص هستند که شاید 25-6 سال بیشتر ندارند، ولی صاحب جرأت و شهامت و قدرت و ابتکار نیستند. و چه بسا اشخاص مسنتری که از هر حیث پاک دل و تنخواه و شجاع هستند. قضاوت با روی روحیه و شخصیت افراد بشود، نه روی سن آنها. جامعه که باید آرزوی وجود آن را داشته باشیم، یک جامعه اخلاقی است که مجهز به قانون نوین و تمدنی که برای امروز نیاز است باشد. وقتی جامعه دارای صفات اخلاقی راستگویی و پرهیزگاری و برابری بود و از سوی دیگر به علم و دانش هم مجهز شود، چنین جامعه خوشبخت و سعادتمند خواهد بود.
همیشه گفتم و باز هم تکرار می کنم که پیشرفت واقعی هر کشور نیازمند رویاوری به اصول معنوی است. هر قدر هم که دنیا در مادیات پیشرفت کند، این پیشرفت بدون معنویت معنا ندارد. محمد رضا پهلوی، متولد 4 آبان 1398 در تهران، 5 مرداد 1359 در قاهره، که محمد رضا شاه پهلوی نیز شهرت دارد و تا پیش از انقلاب 57 با عنوان رسمی اعلی حضرت همایونی شاهنشاه آریامهر خطاب میشد، دومین و آخرین پادشاه دودمان پهلوی و آخرین پادشاه ایران بود که از 25 شهریور 1320 تا 22 بهمن 57 بر این کشور حکومت کرد. محمد رضا شاه در پی استعفای پدرش رضا شاه پهلوی و بالای مجلس شورای ملی به پیشنهاد محمد علی فروغی برای جلوگیری از بین رفتن تمامی ارضی ایران بر اثر هجوم متفقین به قدرت رسید و با انقلاب 57 از حکومت برکنار شد. وی در طول زندگی خود 3 بار ازدواج